درود بر شما آقای حسن دایی، پژوهشگر مسائل مربوط به ایران در ایالت کنتیکت آمریکا. سلام آقای فرودی عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم و درود میفرستم به همه هموطنان. آقای دایی، گزارش هایی که از تهران میرسه حاکی از اینه که یک آمریکایی ایرانی تبار دیگه در تهران دستگیر شده. این شخص سیامک نمازی هستش، مدیر برنامه ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت و مدیر پیشین شرکت مشاوره آتی بهار. اطلاعاتی که شما در این مورد دارید چیست؟ برای عرض کنم که به احتمال زیاد خبر درستیه، البته به طور رسمی هنوز نگفتن، ولی چون کسانی که نزدیک به خود آقای نمازی هستن و همکاران تریتا پارسی در آمریکا، چون تریتا پارسی و سیامک نمازی با هم همکار بودن، با هم کار میکردن و اونها گفتن این خبر رو دادن بیرون از طریق توییتر و فضای مجازی، به احتمال بسیار زیاد میتونه خبر درستی باشه. به تریتا پارسی اشاره کردید، ایشون رئیس مؤسسه نایک هستند که به صورت غیر رسمی به عنوان لابی غیر رسمی جمهوری اسلامی در آمریکا تلقی میشه، اینطوره؟ بله، آقای سیامک نمازی و تریتا پارسی از سال 1999 با هم همکاری میکردن برای راه اندازی لابی ایرانی آمریکایی در آمریکا که بتونن تحریم ها و فشار ها رو از روی جمهوری اسلامی بردارن. در اون موقع سیامک نمازی مدیر آتی بهار بود و بعد در سال 2002 تریتا پارسی به آمریکا، 2001 تریتا پارسی به آمریکا اومد، در پایان همون سال نایاک رو تشکیل داد و سال 2006 هم به طور رسمی اول سال 2006 لابی نایاک شروع به کار کرد به طور جدی. اتفاقا همون موقع هم سیامک نمازی که بازم مدیر آتی بهار بود و در آمریکا بود، با هم همکاری کردن تا لابی نایاک رو راه بندازن. طبق اسنادی که از طریق دادگاه در مورد نایاک به دست اومد، سیامک نمازی و تریتا پارسی و نایاک با هم و کلا شرکت آتی بهار تا اون موقعی که ماها ایمیل های اینا رو دریافت میکردیم، یعنی تا پایان تا اواسط سال 2010 در پیشبرد لابی نایاک در آمریکا همکاری میکردن و آخرین بارم که من خبری از فعالیت های غیر تجاری ایشون، چون هم تو گشر فرمودید آقای نمازی مدیر شرکت کرسن بودن، به غیر از اون فکر کنم حدود یک سال و نیم پیش بود، دو سال پیش بود، موقعی که روحانی تازه اومده بود، یک به اصطلاح کمپین یک کارزاری را انداختن در آمریکا برای جلوگیری از تحریم های کنگره. بخشش همین بود که بگن در ایران دارو نیست، غذا نیست، مردم به خاطر تحریم ها دارن به میرن و اینها. اون موقع سیامک نمازی به واشنگتن اومد، یه گزارشی تهیه کرد و با همکاری نایاک این ایده رو در آمریکا مطرح کرد. بنابراین آقای سیامک نمازی خیلی خلاصه یه بخش کارهای به اصطلاح کسبی و تجاری ایشونه که در شرکت آتی بهار بود و بعد کرسنت. قبل از کرسنت هم ایشون از اینکه چند سال در دبی یک کمپانی دیگه مشاوره نفتی بود که ایشون بازم مدیرش بود. بله، یه بخشش اینه، یه بخشش هم که همکاری با نایاک و فعالیت های سیاسی ایشونه. آیه دایی، من یاد دارم چند سال پیش با هم صحبت میکردیم، شما یک کیس قانونی داشتین با نایاک در آمریکا و توانسته بودید به برخی از ایمیل های نایاک دست پیدا کنید با مجوز دادگاه و یادم شما میفرمودید که در یکی از این ایمیل ها سیامک نمازی از تهران به مدیر صدای آمریکا در واشنگتن، مدیر کل صدای آمریکا نه مدیر بخش فارسی، ایمیلی زده بوده و از او گله کرده بوده که چرا حسن دایی برای دومین بار مهمان صدای آمریکا است. یادم من شما رو دو یا سه بار در صدای آمریکا مهمان برنامه من بودی در اونجا. بله، البته بیشتر از اینها بود، من بیشتر از اینها مهمان شما بودم، ولی یادم میاد. بله، همونطور که شما فرمودید، بعد از اینکه در جون 2007 شما اولین بار من رو دعوت کردید، همون موقع یادمه که شما تریتا پارسی هم دعوت کردید که بیان شرکت کنن که نیومدن و بار دوم دوباره من دعوت کردید. هم موقع یادتون باشه سازمان نایاک از طریق وکیلش شما رو تهدید کردن، صدای آمریکا رو تهدید به شکایت قانونی کردن و این داستان فشاری که اینها به کنگره می آوردن که به اصطلاح من رو دعوت نکنید، کلا
که در مورد لابی طرفدار جمهوری اسلامی بحث نشه ادامه داشت، تا اینکه در جریان دادگاه هم تو کشور فرمودید سیامک نمازی به رئیس کل صدای آمریکا نامه نوشته بود که چرا حسن دایی رو دعوت میکنه و میخواستن فشار بیارن به خود صدای آمریکا و به امثال شما که من رو دعوت نکنید. حتی یادم غیر از اون رفته بود سیامک نمازی اون موقعی که ایران بود به دبی رفته بود با مسئول به اصطلاح کنسول آمریکا در دبی هم ملاقات کرده بود و باز هم در همین مورد صدای آمریکا و فشارهایی که بعد یعنی جلوگیری از اینکه من راجب لابی حرف بزنم در تلویزیون ایشون بحث کرده بود. بله خب آقای دایی بپردازیم به خود آقای نمازی در رابطه با اینکه چرا باید سپاه بخش اطلاعات سپاه بیاد فردی رو دستگیر کنه که خودش یکی از کسانی بوده که مروج روابط نزدیکتر بین ایران و آمریکا بوده و همونطور که فرمودید با نایک هم همکاری داشته. میدونیم که مقامات نایک با مقامات آمریکایی هم در ارتباط بودن در سالهای گذشته، همچنین در حال حاضر هم فکر میکنم یکی دوتا از کارمندان نایک در کاخ سفید مشغول به کار هستند. چرا در حالی که برجام تصویب شده، در حالی که آمریکا و ایران تا حدودی دارن به هم نزدیکتر میشن، سپاه میاد یک همچین فردی رو دستگیر میکنه؟ آیا این میتونه در قالب این درگیری های جناحی باشه بین ایران، بین جناح ها در ایران؟ بله، من خلاصه این رو بگم. اولا خب میدونید که آقای فرهادی عزیز این جمهوری اسلامی موجود عجیبیه، خیلی از کاراش در نگاه اول قابل درک نیست برای ذهن یک ناظر معمولی که مسائل دیگر کشور را نگاه کنه، اصلا عجیب و غریب بیاد. ولی واقعش اینه که جمهوری اسلامی اولا یک سیاست خارجی نداره، دو تا و بعضی وقتا بیشتر سیاست خارجی داره. گاهی این سیاست های خارجی متضاد و متفاوت با هم در برخی موارد با هم همگامی دارن، برخی هم ندارن. ولی به طور خلاصه سوال شما اینه در حقیقت که چرا جمهوری اسلامی اصولا کسانی رو که در خارج بهش خدمت میکنن رو دستگیر میکنه، مشکلش چیه؟ حالا ببینید، اینکه جمهوری اسلامی از روز اول که با دستگیری و گروگانگیری اتباع خارجی اهداف سیاسی خارجی و داخلیش پیش برده، در این از گروگانگیری سفارت آمریکا شما بگیری تا نام راجر کوپر انگلیسی، اشمیت آلمانی، همیشه اینا رو استفاده کرده و سعی میکنه باج بگیره. اما تا اونجا که برمیگرده به کسانی که حالا این به خصوص ایرانی آمریکایی هستن، این رو از سال 2007 مد کرد جمهوری اسلامی. اولین بارم اون شخصیتی که خیلی معروف بود که دستگیر که حالا اسفندیاری بود، همون موقع خبرنگار رادیو فردا رو گرفت و چند تا دیگر رو دستگیر کرد. خب چرا؟ سوال همینه که شما فهمیدید، چرا؟ مگه اینا کم خدمت میکنن؟ مثلا خانم حاله اسفندیاری کی و کجا خواهان مثلا فشار تحریم در جمهوری اسلامی بوده؟ درست؟ یا حتی خبرنگاران ایرانی آمریکایی مثل آقای جیسون رضایی، مثل آقای مادیار باوری، خود آقای مادیار باوری تو تلویزیون صدا آمریکا، من یادم در برنامه آقای دهقانپور گفت، رسما گفت، الان هست تو یوتیوب هست، گفتش که ما که در ایران بودیم خبرنگارا داشت از جیسون رسایان دفاع میکرد، میگه ما هیچ وقت علیه جمهوری اسلامی چیزی نمینوشتیم، که حتی با وزارت اطلاعات ما یک بار دیدار داشتیم، به ما میگفتن این چیزا نباید بنویسید، بالاتر از اون حتی یه کارایی میکردن که وزارت اطلاعات خوششون بیاد. یا همه آقای سیامک نمازی ما کم خدمت کرده ده. همین نایاک با کمک همین به اصطلاح سیامک نمازی اینا که لابی میکردن 2007 لابی میکردن که مبادا اسم سپاه پاسداران بره تو لیست تروریستی، حالا سپاه پاسداران رفته آقا رو گرفته. جوابش من خیلی کوتاه بدم اینه، ببینید سوای عرض کردم باجگیری و چیزایی که هست اینه که در جمهوری اسلامی دو خط اساسی وجود داره در رابطه با غرب و حتی در رابطه با داخل، که دو جناح اصلی حکومت، یعنی یه طرف جناح رفسنجانی و روحانی و خاتمی اینا، یه طرف هم سپاه و خمینی هست. اینا وقتی به رابطه با خارج برمیگرده دو خط متفاوت دارن. این جناح رفسنجانی خواهان کمی تنش زدایی هستن، دشمنی نیستن، میخوان در منطقه هم یه مقدار مثلا با عربستان دوست بشن، کمتر بعضی دخالت ها رو بکنن،
در مقابلش جناح رفسنجانی، جناح خامنه‌ای و سپاه هست. درست؟ اینا گاهی اوقات به هم خدمت میکنن. مثلا وقتی که طرفداران رفسنجانی در خارج میان میگن به جمهوری اسلامی فشار نیارید، جمهوری اسلامی رفرم میشه، اعتدال پیدا میکنه، تحریمش نکنید، خب این به نفع کل نظامه. تا اینجاش خوبه، فایده میبره ولی فقیه، تا اینجاش براش خوبه. اما در بطن خودش، در بطن خودش یه تضادم داره. وقتی شما هی میگی که آقا به جمهوری اسلامی فشار نیارید، یه روزی بهبود پیدا میکنه، مثلا رفسنجانی و خاتمی و نم کیو کی میان سر کار، در حقیقت دارید شما خامنه ای رو بی‌اعتبار میکنید، دارید سپاه رو بی‌اعتبار میکنید، دارید خط اونها رو زیر علامت سوال میبرید. یعنی به آمریکا میگید که آقا اون خطی که شما بعد آخرش باش کنار بیاید، خط کیه؟ خط جناح اصلاح طلبی. یعنی در غایت شما از اون جناح حمایت میکنید. بنابراین این جناح خامنه ای و سپاه درست فایده میبرند در یه مقاطعی که این درگیری ها بیشتر میشه، با دستگیری این افراد سعی میکنه اولا روحانی بی اعتبار نشون بده، بگه آقا این آقا قدرت نداره حتی محافظت بکنه از طرفداران خودش رو خارج. دوم یه مقداری تنش ایجاد بکنه با غرب، مسیر روحانی رو ببنده، و سوم اینه که بالاخره میخواد خط خودش رو پیش ببره، میخواد جناح مسلط در داخل کشور باشه. خیلی دلایل دیگه هم داره، من خواستم خلاصه فقط سه دلایل اصلی. آقای داری میدونیم که الان خب 3-4 تا آمریکایی ایرانی تبار دیگه در ایران وضعیتشون مشخص نیست، در زندان هستن. جیسون رضاییان اشاره کردید، کشیش آبدینی هست، فکر میکنم یک فرد دیگری هست به نام امیر حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی، و همینطور میدونیم آقای لوینسون هم الان چندین ساله که ناپدید شده، آخرین بار در جزیره کیش دیده شده بود. آیا این امکان هستش که یکی از جناها در ایران، فکر میکنم مثلا همون جناح پاسداران یا فرض کنید قوه قضاییه، بخواد برای یه نوع گروکشی، یه نوع معاوضه این زندانیان، فرض کنید آقای نمازی رو دستگیر کرده باشه که تعداد بیشتر بشه، تعداد کسانی که در ایران تحت بازداشت هستن، تا اینها رو بیان معاوضه کنن با اون 19 نفر مجرم ایرانی که در آمریکا در رابطه با تحریم ها به زندان افتادن؟ آیا میتونه در اون رابطه باشه این دستگیری؟ بله، ببینید اولا من اشاره بکنم که دستگیری آقای حکمتی و آقای آبدینی، کشیش آبدینی، متفاوته با دستگیری جیسون رضاییان. درسته همه اینا که اشاره فرمودید ایرانی آمریکاییه، ولی واقعش اینه که کشیش آبدینی و آقای حکمتی اصلا تو سیاست نبودن به طور کلی. جمهوری اسلامی همین گروگانگیری و باجگیری از آمریکا میخواد بکنه، تنش ایجاد بکنه. در مورد آقای رضاییان تفاوت میکنه. در مورد آقای رضاییان اینها سعی میکنن، به طور کلی همیشه سعی کردن که به اصطلاح خبرنگارانی که به ایران میرن رو کنترل کنن. یکی از راهاش همین دستگیری های گاه و بیگاهی که میکنن، به اصطلاح همه رو، گوش همه رو میکشن که همه مراقب باشن چیزی ننویسن. درست؟ اما در مورد آقای نمازی هم واقعش ما نمیدونیم. آقای نمازی رو الان دستگیر کردن به علت پرونده های مالی، به علت کرسنت، ایشون دلالی دیگری داشته یا سیاسی. اگر سیاسی باشه باید بررسی که ببینیم همین پشت جبهه روحانی رو مثلا میخوان خالی کنن. ولی به طور کلی این مطلب که شما فهمید درسته. الان خود روحانی تلویحا مطرح کرد تو نیویورک که یک نوع مبادله زندانی، یعنی روحانی حرفش با آمریکایی‌ها این بود در سفر آخر نیویورک که به هر حال من در قدرت اینی که آزاد بکنم این ایرانی آمریکایی‌ها ندارم، بیاید یه مبادله بکنید. اینی که در گفتش از کلمه مبادله خوشم نمیاد آقای دایی. مبادله یعنی باج بده دیگه، یعنی یه کشیش بیگناه و نمیدونم آقای حکمتی که کاری نکرده رو در یه عده خلافکار و نقض، کسانی که نقض قانون کردن در آمریکا، در تروریسم بماند، بعضیشون در تروریسم، اینا رو ببینید در مقابلش کشیش آزاد کن. ببینید اسمش مبادله درست نیست، این حرفی بود که روحانی مطرح کرد. بله، خبر دستگیری آقای نمازی فکر کنم 10 روز پیش برای اولین بار توسط ایران وایر منتشر شد، همون دستگاهی که آقای مازیار بهاری ادارش میکنه در لندن، آقای دایی. و یکی از صحبتهایی که شده بود اون موقع این بود که وقتی سپاه میریزه خونه نمازی، به کامپیوترش هم خب تصرف میکنن و به ایمیلش دسترسی پیدا میکنن و از طریق ایمیلش به کسانی که ایشون میشناخته در آمریکا، این استادان دانشگاه که در اون پروژه گلف 2000 عضویت دارن، به اونها ظاهرا نامه هایی فرستاده میشه با
لینک های قلابی که بتونن هک بکنن حساب های اینترنتی این افراد رو. در این مورد چه اطلاعات تازه شما دارید؟ بله منم همین رو به اولین بار نگفتن حتی اسم آقای نمازی، گفتن یک ایرانی آمریکایی دستگیر شده. بعد آقای معماریان که از همکاران همین به اصطلاح همین شبکه آدم ها هستن، طرفدار نایاکه، اینها اومدن اعلام کردن، آقای معماریان رسما در توییترش اسم بود سیامک نمازی و مطرح شد که بله ایشون رو بردن پاسپورت چی گرفتن، بعد از طریق ایمیلش خواستن دیگران هم ردیابی بکنن بسیار وارد این شبکه بشن. به نظر من خب طبیعیه اینا احتمال بسیار زیاد این کارا رو میکنن، یه مقدارش هم ممکنه برای ترسوندن باشه، یعنی با این کاری که میکنن یه موج ترسی ایجاد میکنن در مورد همه. ببینید یه مثال بزنم برای شما، این آقای حسین موسویان که تو شما خوب میشناسید، بله بله ایشون در آمریکا خب رسما به نفع جمهوری اسلامی لابی میکنن، من چندین سال با حمایت برخی محافل آمریکایی و دریافت بودجه در دانشگاه پرینستون کتاب مینویسه، سخنرانی میکنه به نفع جمهوری اسلامی. بله ایشون رو سال 2005 گوشش کشیدن و دستگیرش کردن به جرم جاسوسی. با این جرم ها میدونی جمهوری اسلامی راحت برای جناح مقابلش داره، مثلا یادم اون موقع سیروس ناصری همین تو برنامه شما بود سال 2000 بله. نماینده سیروس... ایران در سازمان ملل در ژنو بود. بله در ژنو بود. این آقا رو تو همین درگیری جنایی می‌خواستن حذفش کنن برایش پرونده مالی که داشت، نه که خلق بکنن، چون همه اینا می‌دونن فساد مالی که داره. پرونده‌ای داشت تو اورینتال کیش که رشوه کلونی گرفته بودن، اونو درست کردن و آقا مجبور به فرار شد و رفت به وین. حالا موقعی که روحانی اومده ایشون برگشته. منظور این حسین موسویان گوشو کشیدن، یه شیشه افما بردن زندان و اینها، ایشون پاشنه اومده آمریکا. الان از سال 2009 تا یعنی 6 سال آمریکاست، یک کلام ایشون علیه خامنه‌ای و سپاه حرف نزده تو آمریکا، یک بارم از یه جنایت خاصی دفاع نکرد. یعنی وقتی گوششون رو بگیرین اینا میان از کل نظام حمایت میکنن، لابی که میکنن دیگه نمیرن روی جنا. بنابراین این کارهایی که سپاه میکنه یکی از مزایاش برای سپاه هم اینه، همه ایمیل فرستادن و هک کردن و هو انداختن و که ما سپاه همه دنبال همتون هستیم، بالاخره تمام این شبکه اینا آدمای اینا میخوان برگردن ایران، برن بیان خونه دارن، مال دارن، اموال دارن، همه اینا میترسن. همینطور که اشاره کردی مسئله ترس، در لندن هم بسیاری از این استادان دانشگاه که در دانشگاه فرض کنید لندن تدریس میکنن، اینها کسانی هستن که به ایران میرن و میان، و آقای دایی هر دفعه که من با اینها مراجعه کردم که خواستم باشون مصاحبه بکنم، حتی مصاحبه که هیچ ربطی به مسئله سیاسی نداره میترسن صحبت کنن، یعنی به یه جوری از زیرش در میرن. و در رابطه با همین آقای موسویان هم همین اخیرا باز باهاش یک ایمیلی مبادله کردم، ازش خواستم که بیاد مصاحبه بده برای کیهان لندن، ایشون گفتش که نه من اگه بیام مصاحبه بدم وضعم خراب میشه و ممکنه باز به زندان بیفتم. گفتم پس چطور بقیه آقایون و خانمای اصلاح طلب در خارج از کشور مصاحبه میدن؟ گفت اونا هیچ وقت به زندان نرفتن، من رفتم و این زندان اینها رو تجربه کردم، نمیخوام دوباره به زندان بیفتم. و اگه توجه داشته باشیم موسویان سفیر سابق ایران در آلمان بود، در ماجرای میکونوس درگیری پیدا کرد، پاش به میون کشیده شد، و در خریدهای تسلیحات اتمی بر برنامه تسلیحات اینها موسویان نامش من فکر کنم چندین بار مطرح شده بود در محافل مختلف. بله عرض کنم که به یکی از دوستان اتفاقا فرمودید داشتم میگفتم همینا، گفتم این قزنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی در لبنان، سفیر سابق تا همین یک دو سال پیش سفیر بود، بله. که میگن در مکه گم شده در اون حادثه که خیلی ها کشته شدن، ایشون پیداش نیست. بله. حالا جنازه کشته شده، جنازش دزدیدن، زندهش دزدیدن، چون میگن ایشون انبار اطلاعاته. واقعا خب در مورد حزب الله و اینا نیست سفارت در لبنان، ولی واقعیش اینه که به یکی میگفتم به شوخی بعد دوستان گفتم از این مخازن اطلاعاتی ما تو همین آمریکا پر داریم، ولی لب باز نمیکنن، اسم خودشون هم گشتن اصلاح طلب نمیکنن. یکیش این آقای حسین موسویانه، همونطور که اشاره فرمودید ایشون در موقعی که جمهوری اسلامی تمام ترورای اروپاش رو انجام داد، یعنی از 1990-91 تا موقعی که میکونوس در 1996، یعنی اوج ترورها بود، ترور پاریس، سوئیس، مرکز این ترورها طبق تمام اسناد همه دادگاه آلمان بود، ایشون هم سفیر بود. حالا این یک کلام. دوم این حضرت آقا بعد از اینکه جمهوری اسلامی رفتن جای رئیس جمهور شد، تصمیم گرفت گروگان‌های حزب الله در لبنان رو
آزاد کنه و مبادله کنه. آزاد که چه ارز کنم، بله مبادله. این آقای موسویان طبق اسناد خود حتی اروپایی ها و آمریکایی ها ایشون نفر اصلی این ماجرا، یعنی معامله گروگان های بیگناه در مقابل درخواست های جمهوری اسلامی بود. دوتا. سوم هم تو که اشاره کردی خریدهای تسلیحاتی و بقیه چیزا، ایشون در آمریکاست داره به نفع جمهوری اسلامی لابی میکنه، کسی هم کارش نداره. بقیه اصلاح طلبان پرن، کسانی که بنیانگذار سپاه بودن، تو تروریست بودن، پرن تو خارج پرن. آقای دای جالب اینه که ایشون میگوید که میتونه بیاد مصاحبه به انگلیسی بده، ولی مصاحبه به فارسی اگه بده وزارت اطلاعات خلاصه اخماش تو هم خواهد رفت. منم اینو راستی متوجه نشدم، چون یه بار صدای آمریکا ایشون رو مثل پادشاهان دعوتش کرد اوردن تلویزیون با انگلیسی، من هنوز دلیلش من نفهمیدم. بله خب آقای دایی، برگردیم یک کمی بیشتر در مورد آقای نمازی، میخواستم از اون سوال کنم در رابطه با این فعالیت شرکت آتی بهار. در جایی خوندم که نوشته است نمازی در کنار برادر و دختر عمویش بابک و پری نمازی و نیز بیژن خواجه‌پور همسر پری نمازی، شرکت آتی بهار را به واسطه ارتباط نزدیکی که با خانواده رفسنجانی داشت دلال اصلی مهمترین قراردادهای تجاری و به ویژه قراردادهای نفتی ایران با شرکت‌های خارجی در سالهای گذشته بوده است. این آتی بهار چرا اینقدر بدنامه؟ مگه خب یه شرکت فرض کنید دلالی چرا بدنام باشه؟ در غرب هم از این تیپ شرکت‌ها وجود داره نداره؟ آخه دلالی برای جمهوری اسلامی فرق میکنه، شرکت مشاوره کانسالتینگ همه جا لازم هم هست، بالاخره به شما آگاهی میدن در کدوم کشور سرمایه‌گذاری بکنید، ارتباطات براتون فراهم میکنن، ولی اگه با حکومت آخوندی رابطه برقرار کردن و دلال حکومت آخوندی شدن فکر نمیکنم همچی آبرومند بشه. دوم هم این که به طور کلی من اشاره بکنم که شرکت بهار خیلی خلاصه بگم اینه که سالهای 92-93 میلادی رفسنجانی به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوریش اومد یک به اصطلاح بخش نیمه خصوصی رو دستشون رو باز گذاشت، یه سری هم از خارج برداشت آورد، به اصطلاح سرمایه‌دارا و متخصصین آورد، به اینا گفت شرکت بزنید، با دولت شریکشون که دستشون رو باز گذاشت. یکی از اینا همین کمپانی آتی بها بود که آقای بیژن خواجه‌پور و همسرش پری نمازی اینو تأسیس کردن، بعد سیامک نمازی و برادرش بابک به این شرکت پیوستن. خب اینها به اصطلاح دلال کار اصلیشون دلالی بین کمپانی های بزرگ نفتی با جمهوری اسلامی بود، خیلی هم معامله میکردن برای جمهوری اسلامی، یکی هم معاملاتی کمپانی آتی بهار کرده بود، فکر کنم 10 تا یا 12 تا تانکر برای جمهوری اسلامی در معاملش دست داشتن که 1 میلیارد و 200 میلیون دلار پولش بود، بنابراین معاملات خیلی بزرگی میکردن. حالا اینا چرا به لابی میمدن؟ ببینید بالاخره حامی لابی جمهوری اسلامی در غرب محافل تجاری هست، به خصوص کمپانی های نفتی. خب چه کسی بیشتر با اینا ارتباط داره؟ همه کمپانی دلالی نفتی. ببین جمهوری اسلامی پاسدار که نمیتونه بره جلو لابی کنه، همین آدما که یه تیکه از سفره گسترده پول نفت رو در ایران رفسنجانی بهشون داده بود مثل کمپانی آتی بهار، و چون با کمپانی خارجی تماس داشتن، اینا بهترین به اصطلاح پیام‌آوران جمهوری اسلامی در خارج بودن، دلالان و کلیدهای باز کننده درها بودن، از ارتباطات که در خارج با کمپانی های دیگه داشتن استفاده کردن. اصلا راه اندازی نایاک هم به همین ترتیب بود، یعنی حتی اون شورای آقای امیر احمدی هم همین بود، کمپانی های نفتی. بنابراین این دلال هایی که در داخل سهمی از اقتصاد و کمی رو به اینها میدادن، در مقابل اینها در خارج برای جمهوری اسلامی سعی میکردن فشارها رو کم بکنن، تحریما رو کم بکنن و لابی بکنن. به همین ترتیب آتی بهار تونست نقش درجه اولی در پیشبرد لابی جمهوری اسلامی داشته باشه، حتی قبل از که نایاک تشکیل بشه آقای سیامک نمازی هم خواجه‌پور در شورای آقای امیراحمدی صحبت میکردن. من ویدیوها و نوارهاشون رو دارم، اینا سخنرانی میکردن و همکاری میکردن. بنابراین این که آتی بهار هم معروف شده، این دومی که موفقیته، بالاخره وقتی رئیس کنونی سردبیر بخش کنونی صدای آمریکا آقای منظرپور کارمند آتی بهار بوده، خود تیتا پارسی کارمند آتی بهار بوده، آقای رضا مرشی که الان تو نایاک کارمند آتی بهار بوده، یعنی که آقای دایی خواستم اینو بیشتر توضیح بدین، در کسی که کارمند آتی بهار بوده الان آمده تو صدای آمریکا کار گرفته، آیا باید او را
عامل نفوذی دانست، مهره نفوذ چیه؟ چه کسی فرض کنید این شخص رو ممکنه فرستاده باشه؟ شاید هم واقعا بیگناه باشه و واقعا گذشتش تموم شده باشه، در مورد فعالیت های گذشتش رو فراموش کرده باشه، شاید یک انسان کاملا منزهی بوده باشه که آمده وارد صدای آمریکا شده. نمیشه اینطوری هم بهش نگاه کرد جناب من هم نگفتم حتما ایشون که حالا اومده شده بلنگوی به اصطلاح اون شرکت آتی بار، ولی لاقلش اینه که وقتی یک کمپانی یک مؤسسه ای که پولش رو مالیات دهندگان آمریکا به اصطلاح میدن و قرار سیاست هایی که میگه در رابطه با ایران تأثیر گذار باشه، سیاست های آمریکا باشه و و و, و میدونید چقدر موثر، میلیون نفر نگاه میکنن، لاقل کسی که میخوان سردبیره لاقل تقریبا ببینن که استخدام ایشون به خاطر صلاحیت های حرفه ایشون بوده یا نه، همین سابقه گذشته و روابطی که ایشون داشته موثر بوده در ارتقایشون. این سوالی که باید کرد. از کردم وقتی شما میبینید کارمندان سابق آتی بهار در خیلی جاها میرن، مثل آقای رضا مرشی از تهران پا میشه میاد آمریکا، بلافاصله میفرستنش وزارت دفاع و بعدم وزارت خارجه رو میز ایران. خب ببینید یه وارکی این رشد و ترقی بدون حمایت که نمیشه. خود همین آقای تیتو پارسی وقتی لابیش شروع کرد چقدر این شرکت آتی بهار به واسه کمپانی هایی که تو آمریکا داشت، دوستان که داشتن، باعث ارتقایشون شدن. یعنی سوال اینجاست در حقیقت که آیا این ارتباطاتی که اینا داشتن و دارن باعث ارتقای اونها شده یا نه توانایی های حرفه ای اوناست. بله، در مورد تریتا پارسی من این نکته رو یادآور بشم آقای دایی که باز هم اخیراً از ایشان خواستم که بیاد و یک مصاحبه بده در رابطه با همین برجام و حاضر نشد به بهانه‌های مختلف که نه سرم شلوغه و اینا، خلاصه نیومد این مصاحبه رو بده. باز هم دنبالش هستم اگر حاضر باشه و اگر این مصاحبه من داره با شما رو تماشا میکنه، باز هم از آقای پارسی درخواست میکنم که بیاید و خیلی شفاف در مورد فعالیت خودش صحبت کنه. یک نکته که میخواستم باهاتون در میون بذارم، این مسئله دلالیو بهش اشاره کردید. بیژن نامدار زنگنه خب میدونیم وزیر نفت بود در دوران رژیم قبلی، یعنی دولت قبلی هم یک فعالیت هایی داشت، در زمان آقای خاتمی هم وزیر نفت بود و الان هم وزیر نفته. ایشون اخیراً گفته به کمپانی های خارجی که میخوایم بیایم با ایران قرارداد ببندیم دنبال دلال و لابی نرید و مستقیماً به وزارت نفت مراجعه کنید. میخواستم شما اینو دقیقاً تجزیه و تحلیل کنید، منظور آقای نامدار زنگنه از این که مستقیماً بیان وزارت نفت و دنبال دلال و لابی نرن چیه؟ اگه یه کشور درست حسابی معمولی بود خب راست میگه، بعد بریم با دولت صحبت بکنن، قرارداد ببندن و اجرا بکنن. ولی در مملکت که خود دولت هیچ کاره است، یعنی من یادمه که میخواستن توی کیش یا قید تو کیش میخواستن یه هتل خیلی عظیم بزنن آلمانا، نزدیک 500-600 میلیون دلار سرمایه گذاری بود، خاک برداری میکردن و اینا. یه دفعه امام جمعه بندر عباس رو فکر کنم سر نماز جمعه تحریک کرد، اونا که بودن با بیل و کلنگ سوار لنج شدن حمله به اون مرکز ساخت هتل، آلمانان فرار کردن، پروژه خوابید. با یه همچین مملکتی که برفرض هم برن با آقای زنگنه اگه صحبت بکنن به جد دلال آخر سپاه پاسدارا میتونه یقشون رو بگیره، خب طرف فقط برای انجام معامله نیست که میره سراغ دلال، برای تضمین و اعتبار انجام معامله هم هست. یک دوم، آقای زنگنه خودش موقعی که سر کار بود همین دلالی هم کرسن هم توتال هم استرلول، دیگه توتال و استرلول و کرسن در اینکه رشوه دادن که شکی نی. در چه زمانی بود؟ در زمان خود آقای زنگنه. بالاخره طیف خود ایشون بودن، همه آقای مهدی هاشمی اینا با رفسنجانی اینا طیف ایشون بودن، اون مثل که اشکال نداشت. ایشون الان میدونه که این 8 سالی که احمدی نژاد بوده سپاه دستش تو نفت خیلی بازتر شده، احتمالاً این دلالایی که ایشون اشاره میکنه دلالای طرف سپاه هم. ولی واقعش اینه که هر کسی، اولا شرکت های نفتیش، خود شما یه مصاحبه کردید دیدم خیلی جالب بود که در مورد مسئله نفت بود، اولا کمپانی هایی که کسی صرف نکشته به در اینا سرمایه گذاری بکنه معامله میکنن، نفت بخرن بفروشن پول نقدی، بله سرمایه گذاری تفاوت داره، سرمایه گذاری تأمین سرمایه میخواد، اعتبار میخواد، تنش زدایی با دنیا میخواد. توی این مملکت کی حاضر بره پولش اونجا بذاره؟ اونم تو اعلانی که کمپانی نفتی در تمام دنیا سرمایه گذاریشون به خطر افتاده به خاطر کاهش بهای نفت. بماند عرض کنم این که آقای زنگنه میگه حرف بی خودیه،
کسی که بخواد در ایران بره باید با محافل قدرتمند کنار بیاد. محافل قدرتمند هم آقای زنگنه نیست، وزارت نفت بالاتر از ایشون است. بله. خب البته این که فرمودید در مورد این که سرمایه گذاری اینا قراره مثل که در ماه نوامبر کنفرانس تهران رو برگزار کنن که کنفرانس نفت و گاز خواهد بود، به امید این که بتونن با معرفی مدل های جدید این قراردادهای نفتی کمپانی های خارجی رو متقاعد کنن که بیان و سرمایه گذاری کنن در صنعت نفت و گاز ایران. خب ببینید آقای دایی، همه ما به عنوان ایرانی خواستار پیشرفت و آبادانی مملکت هستیم، ولی دوست داریم این کار به صورت شفاف انجام بشه و بخور بخور توش نباشه، فساد نباشه و مردم نهایتا استفاده ببرن از این پروژه ها، از پیشرفت مملکت. ما چیزی جز این نمیخوایم. سپاسگزارم از شما آقای حسن دایی، پژوهشگر مسائل ایران در ایالت کنیتیکت، که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفتگو.